وقتایی از صبح که پا میشیم منتظریم، دلمون میخواد زنگ در رو بزنن و آقای پستچی پشت در باشه، یا گوشیمون دیرینگ صدا کنه و یه ایمیل برامون بده، یا تلفن زنگ بخوره و خلاصه روزمون خبردار باشه، قبراق و پر اتفاق. و البته چه بهتر که پر از اتفاقای خوب. اما هیچ خبری و صدایی از جایی نمیرسه. یه وقتایی هم هست که دلمون میخواد بی خبر باشیم از همه جا، که یه هویی انگار رعد و برق زده باشه، گوشمون زنگ میخوره و دلمون رو پر میکنه از دلمونه، و یه خبر بد حال و هوامونو از هم میپاشونه. تازه خبر نصف نیمه، با هر وسیله‌ای و به هر شکلی خودمونو به در و دیوار میزنیم که با مخاطب مورد نظر ارتباط برقرار کنیم، ولی تنها پاسخی که از اون سوی خط میشنویم مخاطب مورد نظر در دسترس نمی باشد. الو الو الو، مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. همونجا کنار پیاده رو وامیریم، انتظار میکشیم، انتظار این که مخاطب مورد نظرمون هرچی زودتر در دسترس باشه. الو، بحبه رفیق قدیمی، پارسال دوست، امسال یه چیز دیگه. خب باز حداقل ما یه خبر میگیریم آجاقا، شما که هم یه خبرم اما نمیگیری. حالا اوضاع احوالت چطوره؟ اصلا از این بهتر نمیشن. همه سیبام این ور اون ور ولو شده، افتادم تو چاله.
میدونم دست و پام هم که داره داغون میشه، پای چپم هم فکر کنم یه بلایی سرش اومد. حالا پای چپتو ول کن. ببینم از دختر عمود خبر داری؟ کی مرگم؟ نه چند وقتی خبر ندارم. چطور؟ گفتم شاید مثل قدیم. مسئولیتش پای توه؟ نه والا اون موقع مسئولیتش با من نبود، فقط عموم سپرده بود تو شهر غریبه که مراقبش باشم. هم حالا میگی چی شده؟ خب یه سری عکس و خبر ازش امروز پخش شده. والا منم فکر کردم زیاد مناسب خانواده شما نیست، یعنی خودم هم هنوز توی شوکم، باورم نمیشه. من عکسی ندیدم. حالا انگار دختر عمود داره با یکی ازدواج میکنه که اصلا تو روحت هم خبر نداره. با کی؟ ظاهرن یارو از این شاخهای اینستاس. کار اصلی شرط بندی تو سایت های آنلاینه. فکر کنم همین سایه تاریک معروف باشه. بعد این همه مدت زنگ زدید من عذرخواهی کنی؟ دروغ ندارم بهت بگم، تو خودت موبایل داری؟ صفحه اینستاشو واسه میفرستم برو خودت نگاه کن. من خودم هنوز باورم نشده. مریم عهد این چیزا نیست، اگه اتفاقی هم میافته خب عمو خبر میده. دیگه بدتر. ببین اونا هم حتی خبر ندارن از این قضیه. اگه میشد مریم به من خبر نده. ببین حتما یه گیر بزرگ این وسط هست که به کسی هیچ نگفته. من خودم امیدوارم که اشتباه کرده باشم. گفتم تا حالا باش صحبت میکنی بهش بگی یکم بیشتر حواسش باشه. چش خدافظ. خدافظ. طرف واقعا شاخ اینستاگرامه، 650 کی فالوور داره. میدونی تو اقتصاد یعنی چی؟ نه من واسه مهم نیست تو اقتصاد یعنی چی، فقط نگران مریم هم همه. آره معلومه که اصلش واسه مهمی. بنده خدا تو تا شب سکته نکن نیست لبا. بابا دست از سر اون سبزی ها وردا شلی. چوبو که اینقدر زرنگی پاشو خودت بیا آشپزی کن. اما منو بگو واسه کیا دارم غذا درست میکنم. آقا روزبه شما خیلی خوبی، ما ها قدر دادن نمیدونی. اوه طرف سه تا ماشین داره ببین. تو زندگی یه دوچرخه داشتی؟ تو فکر کردی داشتن سه تا ماشین خوشبختی میاره؟ نه کدری میاره، قحطی میاره، بدبختی میاره، کدورتی میاره. این اکثر نگاه، این عکسش 17000 تا لایک خورده. بابا اصلا ببین یه نکته میخوام بهتون بگم، آموزشی یادگار از من بذارین پر شالتون. شاید با کسی که 3 تا دونه ماشین داره خوشبخت نشی، اما قطعا با کسی که یه دوچرخه داره بدبخت میشی. اتفاقا من یه زن و شوهری رو میشناسم، اینا فقط دو تا دوچرخه دارن. با همین دو تا دوچرخه کل ایران هم رفتن چرخیدن، خیلی هم کیف میکنن، خیلی هم بهشون خوش میگذره. اوه این زره ببین مازراتی هم داره. نگاه تو ماشین، بیرون، تو طبیعت. نه از این اکس الکی آبا کپتن تی چی نوشته؟ قبل از آنکه به یاد هم بشینیم کناری هم بشینیم. پینه بشته میگیش؟ ماه اصل با این کوچولی میدیم. ماه اصلی شما، این کوچولی شما، بزرگی ما. ای بابا چتونه شما؟ دو نفر دیگه دارن از زندگیشون لذت میبرن، من نمیدونم گیر شما چیه. آروز به ما رفیقیم دیگه. میگم میشه تو عالمی رفاقت یه لطفی در حق من بکنی؟ چیکار؟ ببین میشه با این دخترم و شوهرش صحبت کنی؟ آه بگی هزانتی منو به عهده بگیرن، خرجی هم ندارم، یه کس دونه آب میخوام. جمعم بندازن صندوق عقب مزیدتی، من قول میدم حتی جیک کم هم در نمیاد. آدم نیستی تو. چه طرز حرف زدنه؟ تو آدم نیست. اگه آدم بودی میفهمیدی چه کجا باید بگی. هر چه فهمیدی دیگه همش کرد و فهمید. با بس دیگه. چطور شما؟ آقا حق با روزبه. ما الان توی موقعیت خطیر اقتصادیم. الان دخترموی روزبه با همین 4 تا عکس و پستی که این یارو گذاشته باهاش یه شبه شده شاخ مجازی. خودش یه صفحه باز بکنه اولین پستی که میذاره کم کم 10000 تا لایک میخوره. خب یعنی چی؟ یعنی سرمایه گذاری، اینوستمنت.
اوکازیون. این نه این میمونه که تو باغچه خونت رو بیل بزنی یا ببینی یه صندوق طلا روزبه الان رو طلا خوابیده. الان نقش بیل و باغچه و صندوق طلا رو تو این داستان میشه برای من مشخص کنم؟ خب اینا فک و فامیلن با هم. یه گوشه چشمی به این روزبه داشته باشه روزبه هم میشه شاخه مجازی. بعد کافیه دو تا دونه استوری تبلیغاتی بذاره کم کم روزی 5 تومن درآمدشه. تو ماه میکنه چقدر؟ 150 تومن. نون هممون تو روغنه دیگه. من چند وقت پیش سری داستانی با مریم بگو مگو کردم. از این وقت تصمیم گرفتم دیگه دخالتی نکنم تو زندگیش. آقا روزبه اگه ما رو نمیخوری آدم با کسی بگو مگو میکنه که واسش مهمه. خب من گفتم مهم نیست. من مریم کلی با هم خاطر داریم، مثلا از بچگی با هم بزرگ شدیم. نمیدونم تازگی فازی گرفته فکر میکنه من هر حرفی دارم بهش میزنم دارم تو زندگیش دخالت میکنم. حسنی منم تصمیم گرفتم اصلا با کاری با کارش نداشته باشم. تا برای چی حال دینه؟ چون نگران عمومم که به اندازه پدر خدا بیامرزم برام عزیزه، گردنم حق داره. به خدا من میترسم مریم یه اتفاقی واسش بیفته عموم بشتبه همونجا درجا سکته کنه. عزیزان بوی درد سر میاد. مریم ببین من چند بار بهت زنگ زدم جواب ندادی، لطفا پیغام منو شنیدی حتما بهم زنگ بزن. سلام ماما. روز به توی. سلام مادر. خوبی عزیزم؟ خدا رو شکر خوبم. چقدر دلم برات تنگ شده بود عزیزم. منم دلم برات تنگ شده، قربونت برم. تو رو خدا ببخشید من دیر به دیر بهت زنگ زنم. میدونم عزیزم. منم همین که خبر بدی حالت خوبه خدا رو شکر میکنم. کار و بارت خوبه؟ از خونه جدیدت هم خونهات راضی هستی؟ همه چی خوبه قربونت برم، هم خونه هم هم خوبه. چقدر دلم واسه تنگ شده. منم دلم برای تنگ شده مادر. عمو حمید چطوره؟ اونم بد نیست، فقط همون مشکل قلبیه که گاهی بند خدا رو اذیت میکنه. انشالله خیر. انشالله. مادر از مریم خبر داری؟ اون که تهرانه، شما باید ازش خبر داشته باشی. چیزی شده روز به؟ نه قربونت برم، چی میخواد بشه؟ حتما درگیر درس و مشقاشه دیگه. گفتم شاید اومده مشهد. نه نیومده. دلم یه هشور افتاد، خبری شده؟ نه عزیزم چه خبری، نه هیچی. من همینجوری دلم واسه تنگ شده بود زنگ زدم حالتو بپرسم. قربونت برم، مراقب خودت باش مادر، دوست دارم. منم دوست دارم عزیزم. عصر تو بخیر. عصر تو هم بخیر. بفرمایید. سلام قربان، با واحد 74 کار داشتم. بفرمایید. تیم‌های شهرداری گلبرگ و تیم بابل برگزار کننده دیگر دیدار این مرحله بودند که نتیجه این بازی به خاطر کناری گرفت. سلام قربان. سلام. با واحد 74 کار داشتم خانم خورسند. شما؟ روزبه هستم. فقط روزبه؟ بگید روزبه خورسند پسرمو شد. اجازه بدین.
حالت بود حالا زیاده شیر بود من نمیدونم اینجا چه خبره یا پسر خاله دختر خاله یا دختر امن اینجا معلوم من تو نمیدونم چه خبره ببخشید چیزی گفتی؟ نه 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 چیزی نگفتم گفتم شاید ایشون نخوان شما رو ببینن ایشون اگه بخوان منو ببینن میبینن اگه نخوان ببینن نمیبینن قربان در هر دو صورت برای شما مشکلی پیش نمیاد تماس بگیرید لطفا یعنی شما میخواین بگین که شماره دختر عموتون رو ندارین خیر جناب ندارم شماره خونه شون رو ندارم تماس بگیرید لطفا اجازه بدیم تا اینجا گشته واحد 74 خالیه خالیه بله یادم رفته بود بگم دو هفته پیش اینجا رو تخلیه کردم ببخشید شما نمیدونین جسارت امکان داره کجا رفته باشن؟ نه نمیدونم کجا رفتم ولی اگر بدونم هم به شما نمیگم ممنون خواهش میکنم بفرمایید امروز بجام شاید حرفایی که بهت زدم به نظرت بی خود بیاد ولی تو بذار به حساب دل نگرانی های پدر عبا جان خیالتون از بابت معنیم راحت راحت باش من لیلا حواسمون بهش هست لیلا که دوست صمیمی میشه تو تهران تنها نمیاد هر اتفاقی هم واسش پیش اومد یا هر مشکلی داشت به خود من میگه من مخلصشم هستم چشم چته؟ چرا نمیخوابی؟ چیز مهمی نیست آدم برای چیزی که مهم نیست میره شب آسمون رو نگاه میکنه آه میکشه بگو حرف بزن دیگه خالی کن خودتو بابا من کارم اینه بشینم حرف مردم گوش بدم ناسلامتی دارم درسشو میخونم ها سری چیزا تو این دنیا عادلانه نیست مرتضی تازه یه لقمه نون داری صبح تا شب جون میکنی اون وقت یه بچه با دوتا پست اینستاگرام 150 میلیون پول در میاره تو واقعا حرفای این حامد دلقک رو باور کردی؟ نه بابا من به حرفای حامد چی کار دارم من با چشم خودم خیلی چیزای دیگه دیدم استاد دانشگاه صبح تا شب سر کلاس داره درس میده بعد آخر ما اجاره خونش هم نداره بده اون وقت یه بچه دیگه با یکم دلغک بازی و مسخره بازی دوتا کلمه فارسی درست بلد نیست حرف بزنه ولی کلی پول در بیاره این انصافه اینجور چیزا تو همه جای دنیا هست مهم اینه که تو چجوری باش برخورد میکنی میشینی یه گوشه زانو غم بغل میکنی یا اینکه بلند میشی یه کاری برای خودت برای زندگیت میکنی ولی من فکر کنم داری میپیچونی اون چیزی که ناراحتت کرده اینا نیست مرتضی گیر کردم توی سرایی گیر کردم بیترسم برم به عموم بگم در جا بیفته سکته کنه از اون بر چیزی نگم پس فرده که خودش میفهمه نمیگه تو که میدونستی چرا چیزی نگفتی از اون بر مریمه اگه بلایی سرش بیاد نمیتونم بگم به من ربطی نداره به خودت چند وقت پیش اصلا من بهش فکرم نمیکردم نمیدونم چی شده تو این دو سه روز هر جایی نگاه میکنم چه شی اینو میبینم به قرآن دارم دیوونه میشم باش اگه فکر میکنی میتونی زندگی یه آدم رو نجات بدی اون کاری که میدونی رو بکن ولی حواست باشه ته دلت همون چیزی باشه که سر زبونت Thank you.
متوجه نمیشم جدا شدن من و لیلا چرا باید رابطه خانوادگی من و تو رو خراب کنه؟ روزبه جان هیچیه هیچی خراب نشده، مشکل توی که داری قضیه رو این شکلی نگاش میکنی. احترام تو برای من خیلی واجبه، خب برای من یه آدمی هم که مستقله، قرار نیست تو همه مسئله زندگی من دخالت کنی. مریم من نخواستم نمیخوام تو کار تو دخالت کنم، اگه هم حرفی زدم چی باید بگم؟ ببخش، بذار رو حساب نگره. شما یه لطفی بکن به من، از این به بعد نگران من نباش، من که قیم نمیخوام اینجا. خیلی خوب، از این به بعد من دیگه هیچ کاری به کارتو ندارم، از صحبتمونم نه با عمو حرف میزنم نه با مادر. فقط بذار یه چیزی بهت بگم. ببین من اون حیوله عجیب غریبی که فکر میکنی لیلا ازش فرار کرده نیستم. جدایی ما کاملا دوستانه و محترمانه بود. البته من نمیدونم لیلا چی درباره من به تو گفته. روزبه لیلا چیزی به من نگفته، مسئله زندگی شما اصلا به من ربطی نداره. لطفاً بیا قبول کن که مسئله زندگی من اعمال خودم. خیلی خوب، فقط من میتونم یه حرف دیگه بهت بزنم؟ آره بگو. مریم جان من از وقتی به دنیا اومدی تو رو میشناسم، از اونی که فکر میکنی خیلی مسئول داری، قلبت مثل آینه است، نذار هیچ کس اون آینه رو بشکن. توی شهر غریبم هر جا به مشکل خوردی میتونی رو من حساب کنی همیشه، فقط البته اگه بهتون بر نمیخورم. چشم من یادم نمیاد. من خود از سر کار میره چیست داره؟ آدو که تا حالا از این رفیقا داشتی؟ همه شما گم رفیقم هم معلمه، صبح میره مدرسه من از دارم میره توی پیک موتوری توی یه پیتزا فروشیت بکنم کار میکنم. دمش کرد؟ اصلا مطمئنی اون جایی که داری میره گیرش میاری؟ آره احتمالا خونه همین دوستشی، تو چند وقت پیش خونه خودش رو تخلیه کرده، دفعه قبل اومده بود تهران رفته بود پیش همین دوستش.
نه ترس خانم مریم، نه ترس. وای روز به خدا لعنتت کن، قلبم داره وای میسه. این کاره یعنی چی؟ فقط اومدم با تو حرف بزن. ما حرفی نداریم با هم بزنیم. خب خدا نگهدار. ولی من حرف دارم، ازت سوال دارم. من که میدونم چی میخوای بپرسی، بعدش هم میدونم چی میخوای بگی، ولی تو نمیدونی تو این شهر به من چی گذشته. لابد باز میخوای بگی مریم جان من سنم از تو بیشتره، تجربه‌ام بیشتره، بیشتر میفهمم. باشه اصلا قبول، ولی من یه چیزایی دیدم که تو خوابت هم ندیدی. بعد من اگه تصمیم بر زندگی میگیرم لابد دلیلی واسش دارم. چرا انقدر عصبانی تو؟ پا شدی مثل این در دیوونه ها دنبال من راه افتادی، منو تعقیب میکنی، چه انتظاری داری؟ سلام، من این رفیقم و چوب داری سه آدمو نمیخوری. حالا هم دیگه من میرم، یه حرفتون خیلی خصوصی شده. یک دیوونه کیه؟ دیوونه نیست رفیقم، تو این شهر چند تا رفیق خوب پیدا کردم که هوامو داره. خدا رو شکر، برو بچسب به همون رفیقات، نگران منم نباش. من دارم این زندگی تازه رو شروع میکنم. جواب عمرو چی میخوای بدی؟ بابا ممکنه سعی چیزای کوچیکی به من گیر بده، ولی تاش خوشبختی منو میخواد دیگه. نه وقتی ببینه من به آرزوام رسیدم مطمئن باشونم خوشحال میشه. خیلی خوب، اگه اینقدر مطمئنی چرا نمیری باش حرف بزنی؟ چون اونا مثل تو هم من قضاوت میکنن. با من یه بار فرصت زندگی کردن دارم، دلم میخواد اونجور که دوست دارم آرزوم زندگی کنم. اگه اما قبل دیدن خوشبختیت با دیدن اون عکس سکته کنه چی کار میخوای بکنی؟ وا زبون تو گاز بگیر. ببین مریم، از روزی که به من گفتی زندگی خصوصی تو به من ربطی نداره، من کوچکترین دخالتی تو زندگیت نکردم. اما بدون منم تو این شهر کم سختی نکشیدم. از وقتی لیلا رفت حرفایی تو دلم بود که نمیتونستم به مادرم بگم، نه خواهرم نه برادرم، ولی با تو میتونستم حرف بزنم، چون رفیقم بودی، چون دوستم بودی، چون درکم میکردی، چون تو این شهر فقط تو رو داشتم. اما به خاطر اینکه فکر نکنی خیلی دارم تو زندگی دخالت میکنم، حتی یه زنگم بهت نزدم. خیلی ممنونم، متشکرم، دستت هم درد نکنه. میشه لطفا از این به بعدم همین جوری باشی؟ فقط نگرانتم همین، وگرنه من نه آدم خودخواهیم نه آدم متعصب. از کجا معلوم همین نگرانی که داری میگی از رو خودخواهیت نیست؟ روزبه دوره این حرفایی که تو داری به من میزنی خیلی وقت تموم شده. من الان همه ی اون چیزایی که میخوام و دارم، هیچ نیازی هم به نصیحت تو ندارم. مطمئنی؟ آره، از هر زمان که فکر کنی تو زندگی مطمئن تر. درست همون موقعی که فکر میکنی از همه چیز مطمئنی، شاید یه نفر داره گولت میزنه. یعنی تو داری به من میگی که من گول خوردم؟ نه، اومدم بهت بگم تو مال این زندگی نیستی. اومدم بهت بگم اون آدمی که فرت و فرت داری ازش عکس میذاری این ور اون ور، شاید آدمی نیستش که فکر میکنی. اتفاقا خیلی هم آدم خوب و مهربونیه، فقط اون عکسا رو بدون هماهنگی من گذاشته. میگم موقتا برداره. یعنی چی موقتا؟ ما عقد کردیم 3-4 روز دیگه هم داریم میریم اون ور آب برای همیشه. بی خودی داری هرس میخوایی، همه چی تموم شد. مگم چی کار داری میکنی با خوده؟ وقتی از خونه و زندگیم براتون عکس فرستادم، هم تو هم بابا هم بقیه میفهمی که من بهتری کار کردم. چه خبر اینجا؟ سلام عزم. اصلا خودتو ناراحت نکن، اصلا چیز مهمی نیست، من برای توضیح میدم. این آقا کی هستن؟ پسر عموم روزبه. خوشبختم، من قبلا درباره تو شنیده بودم. واقعا؟ آره، مریم درباره شما بهم گفته بود. چرا نمید داخل؟ بفرمایید داخل، یه قهوه یه چایی یه چیزی با هم بریم. نه روزبه جان، عجله داشتن میرفتن. من که فکر نمی کنم کسی تو این مملکت اینقدر سر شلوغ باشه که وقت خوردن یه فنجون قهوه رو نداشته باشه. بفرمایید داخل، بفرمایید. هر صحبتی هم داشته اونجا بفرمایید. ای بردن توانی مردمو بردن. ای تو گذاشته این آب خوردن روزبه رو ببرن تو اون خونه؟ چی کار میکردم؟ میگفتم منم بگیریم ببرین تو خونه؟ راست میگه دیگه، این اگه پولم بده کسی حاضر نیست بزرگ ببرد. نه. خیلی خوب، خیلی خوب، بسه. این موضوع نه شوخیه نه خنده‌دار نه مسخره است.
بابا روزبه اصلا آدمی نیست که این همه مدت گوشیش خاموش باشه، مگه اینکه اتفاقی براش افتاده باشه. ببین اگه بلایی سر روزبه آورده باشن همه ما مسئولیم. ما گفته باشم ها، یعنی چی همه ما مسئولیم؟ همه ما یعنی چی مسئولیم؟ حالا مسئولیت من چیه این وسط؟ تو چرا برای بگی مسئولیت رو میکنی؟ آقا مسئولیت چقدر سر و صدا میکنی شما ها؟ کار کاسبی ما رو به هم ریختیم، مگه نمیبینی زنم لایبم؟ چرا این مسئله رو بزرگش میکنی؟ ما بزرگش نمیکنیم، همینجوریش بزرگ هست. چرا به چشم یه موقعیت و اوکازیون اقتصادی بهش نگاه نمیکنین؟ رفیق ما، همخونه ما، کسی که با هم سر یه سفره نون و نمک خوردیم و گرفتن دزدیدن بردن توی خونه، ما اصلا ازش خبر نداریم، نمیدونیم چه بلایی سرش آوردن، اصلا مرده یا زنده، شاید خفتش کردن. بعد اون موقع چجوری باید به این موضوع به چشم یه موقعیت اوکازیون اقتصادی نگاه کنیم ها؟ کاملا حق با شماست، ولی من میگم آقا این دوتا شاخ فضای مجازی هن. خب کافیه که فقط یک کم زیر بغلشون رو بخارونن، عکسشو بذارن تو اینستاگرام، کلی پول ازش در میاد. متوجه هستین چی میگم؟ یعنی الان روزبه رو دارن میخارونن که ازش پول در بیارن؟ حالا یا دارن میخارونن یا هرچی، مهم اینه که داره پول در میاد. اولا مگه این پول تو جیب تو میره انقدر داری حرصشو میزنی؟ دوما آدم به هر قیمتی که نباید پول در بیاره که. اولا یه مقداری از این پول میره تو جیب رفیق ما که انگار رفته تو جیب خودمون. دوما بستگی به مقدارش داره، اگه تو رو یه ذره بخارونن تو کلی پول در بیاد ناراحت میشی؟ آرمان جان شما مشکلی داری؟ آقا بابا تو رو خدا یکم جدی باشین، به خدا الان وقت مسخره بازی نیست دیگه. بابا روزبه از اولش به این یارو شک داشت، ما قضیه رو فقط تو گوشیامون میبینیم، ولی روزبه یه چیزی میدونست که انقدر پریشون شده بود. نه ببین روزبه هم فضاش یخت حسودی داشت. نه ماجرا جدیتر از حسودیه، روزبه میدونست قراره یه اتفاق بعدی بیفته. بابا ما هم آدرس طرفو داریم، هم پیج اینستاگرامشو، شاهد ماجرام که اینجا نشسته. چی؟ به مرگ حامدیه که من شاهد چیزی بوده باشم؟ مرگ خوده من فقط اومدم پا بذارم وسط یه امر خیر که ظاهرن گن زدن. بعدشم من اگه میدونستم میخوان روز برا بگیرن به زور ببرن تو اون خونه، به زور؟ به زور ببرن تو اون خونه؟ هیچی دیگه، مریم هم شریک جور میده. بابا شاید اصلا اینا همش از اول نقشه بوده. بابا من خود صد بار گفتم من دور تر واسده بودم، این روز به ایجال در بود بعد دیگه نبود. خب اگه به زور نبرده باشنش تو خونه چی؟ به زور برده باشنش یه جای دیگه. آخه کجا برده باشن؟ یار یه دن از این شخی چی مجازیات ورد خو نمیتونه به خونه، بعد نزدیکتر اینجا همین خونت دیگه، در با کرده رفته تو خونه. من که دیگه یه لحظه هم نمیتونم بشینم دست رو دست بزنم به این بحثای احمقانه ادامه بدم. من دارم میرم، شما هم اگه با من میان بیان، اگه نه آدرس رو بده خودم میرم پیداش میکنم. اگه ما رو بگیرم ببرم تو خونه چی؟ جای من تو اتاق باز سر میشه. آره دیگه من از اولش هم میدونستم همه این کسی کوزه ها قراره سر بشه، میدونستم که اون از بچ کسی یه تو این از گم شدن اون روز بهی اون از پاره شدن لای اوزو این از دست بند های تو. آقایو من دارم میرم، شما هم پای رفاقتتون هستین یا نه؟ اینجاست، هر بلایی که سرش آوردن تو همین خونه است. کدوم طبقه است؟ من از کجا بدونم کدوم طبقه است؟ ما جلو در واسطه بودیم اینا اومدن یه شروع کردن با هم دیگه دعوا کردن ها دیگه، اون رفتش تو اونم بردن تو. خلاص باش
اگه نمیخوای کمکی بکنی مشکلی نیست، فقط جان مادرت انقدر چرت و پرت نگو. مرتضی ببین تو خونه دارم تعاملت میکنم، این موزه ها بالا ده بشکون. کی بیشتر این کمک رو تعلن کردست؟ بنده. اگه الان من نبودم از کجا میخواد سیر فهمی تو این خونه است؟ فهمی که تو اون خونه است، ازش تو اون خونه است. جیس آدم تو این خونه هر بلایی سرش بیاد خودش نصف موفقیته. ما نمیفهم این بلایی که میگی یعنی چی هستم. خب شاید بالا نشستم دارم فیلم نگاه میکنم. آقا ما دو تا راه حل بیشتر نداریم، یکی اینکه بریم زنگ دونه دونه طبقه ها رو بزنیم، دو اینکه زنگ بزنیم همین الان پلیس بیاد. هر دو تا راه حلت غیر اقتصادی. اینجای من نشسته غیر اقتصادی نیست، احمقانه است. آقا الان چهار تا قلتشم بیام پایین یخه ما رو بگیرن، چیکار میخوایم بکنیم ها؟ اصلاً نه ولش کن. آقا من پلیس جانم، امرتون، بفرما بگو دیگه. نه وای بابا مگه تو شاهد ماجرا نبودی؟ من اصلا هیچی نبودم. خریم از خودگی. وای اومد چی؟ چه بلایی سرش آوردم؟ گفتن روزبه اومد بالا یکم با هم حرف زدن و بعدم یه قهوه خوردن و روزبه برگشت. اوپس قهوه رو خورده. اینجوری میگفتن قرارداد چی؟ کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت؟ بابا قرارداد چیه؟ گفتن یکم راجب مسئله خانوادگی صحبت کردن، بعدم انگار روزبه برگشته خونه. نه این که اشتباه، چون روزبه خونه برنگشته. من به این داستان مشکوکم. آره مشکوک. اگه دیگه با بنده کار نداری، به شهادت بنده نیاز نداری، بنده برم به زندگی میرسم. آقای اون با اجازه. ولی حیف شد سوخت داری. بچه آدم تنها آسیب پذیره. سخنی بزرگان، بنویسید خواهش میکنم. آدم تنها نکش. چرا اگه روزبه دیگه؟ روزبه حالت خوبه؟ چیزی شده؟ بابا کلی نگرانت شدیم، داشتیم دنبالت میگشتیم. موبایلتو چرا خاموش کردی؟ نمیخواستم با کسی حرف بزنم. ای بابا یه کلام بگو چه مرگته دیگه؟ با لامصب حرف بزن دیگه. صبح تا حالا ما رو علفه خودت کردی که این دو مسخال زبونه بخوای تکون بدی؟ یک کلمه جواب ما رو بدی. سرمایه گذاری رو رفیق اسکول اینه که پولتو بریزی تو چاه. الان آقا روز به تکلیف چی چیه؟ خیلی بشینی اینجا این درخت داره بشمری و بر بخیزی بریم کنه. رفت تو اتاقش، یکم استراحت کنه بهتر میشه. معلومه تو اون خونه چه بلایی سر این بچه آوردن. یعنی چی بهش گفتن که اینجوری از دست رفته؟ من یه جوری درکش میکنم. واقعا؟ آره من بیشتر سالای عمرم رو یه جای زندگی کردم که یه عالمه آدم دور و برم بودن،
ولی همیشه احساس میکردم تو این دنیای به این بزرگی حتی یه نفرم ندارم. همیشه احساس میکردم هیچ کس واقعا پشتم نیست، نه پدر مادر، نه خواهر برادر، نه حتی یه خونه ای که وقتی از همه جا رونده و مونده شدی شب برگردی اونجا، نه حتی جایی که یه نفر باشی دست محبت رو سرت بکشه. انگار هیچ جایی تو این دنیا نداری. یعنی الان میگی که روزبه هیچ کی تو این دنیا نداره؟ آره تقریبا. ما چی هستیم پس؟ عرف خرسیم، چوغندریم، کلم بروکلی هستیم. ما که همه خطر کردیم رفتیم دنبالش، تا اونجا دیگه رفتیم دیگه چی کار باید میکردیم؟ یعنی اینه هیچ ارزشی آرش نداره؟ نه این کار اتفاقا خیلی هم ارزش داره، ولی وقتی یه نفر دلش میشکنه، احساس تنهایی میکنه، قلبش خالی میشه، یه نیروی خیلی عظیمی میخواد که گرمش کنه، پرش کنه. سلام روزبه، عکسایی که واسات فرستادم رو دیدی؟ تونستی با مریم حرف بزنی؟ بله، هم عکسا رو دیدم هم با مریم حرف زدم، ولی فایده ای نداشت. راستش من فکر کنم نباید خودم و قاطی ماجرا میکردم. چطور مگه؟ اینا دو هفته پیش عقد کردن میخوان از ایران برن. روزبه، فکر میکنی اگه اون آدمی که من حدس میزدم باشه واقعا با مریم ازدواج میکنه؟ اینا همش بازیشونه. میگم شما چقدر مطمئنی؟ ببین من هنوز زیاد مطمئن نیستم، ولی تو این دفتری که الان دارم کار میکنم دست کم هفته دو سه تا قربانی فیشینگ داریم. میدونی اگه قضیه سر 30-40 میلیون کلا برداری باشه، میگم چیز مهمی نیست، فدای سرت، ولی بعضی وقتا اتفاقای وحشتناکتری میفته. اصلا چه اتفاقی؟ ببین هلکی نمیخوام بترسونمت، ولی اینا طرفو میبرن یه جایی که سر صداش به هیچ کس نرسه، بعد هر کار دلشون بخواد میکنن. راستش من رفتم خونش. چی؟ روز به چیزی هم دستگیرت شد؟ چیزی پیدا کردی؟ نمیدونم والله، هنوز گیجم. یه حس بدی داشتم اونجا. طرف وقتی داشت با هم حرف میزد یه لبخند عجیبی داشت، ولی چی؟ هیچی. تو واقعا مطمئنی؟ صبر کن بگردم برات ببینم چیزی میتونم پیدا کنم یا نه. دست درد نکنه، لطف کنه به زنگ زن. خدافظ، شبت بخیر. باید که از این شب شب طوفانی